چلچله و چلچله و چلچله قدرت کردگار میبینم، حالت روزگار میبینم، حکم امسال صورتی دگر است، نه چو پیرار و پار میبینم. یعنی امسال داستانش با پارسال فرق میکنه. امسال زمستان ششمین بگذشت و برای خوش بهار آمدن یک پلن بی در جهان هستی تولید شده است. خیلی دوست داشتید که ما رو تروریستی اعلام کنید، رفتید تو شورای امنیت نشستید و گریه کردید، گفتید یه نفر تو آمریکا نشسته و میخواد به زن و بچه و خواهر برادران بسیجی‌ها و سپاهی‌ها حمله کنه، بعد میخواستید بگید پس این چیه؟ تروریسته، چون میخواد آدم بکشه. زنگ زدید اینترپول، اینجا هم یک ترور ساختگی تولید کردید تا این چند تا چلغوز دموکرات منو تحویل بدن به اینترپول و اینترپول هم تحویل بده به شما. خب الان چی؟ الان یه جوری در جهان میکشند و میکشیم و میکشند میکشیم که مقصر پیدا نمیکنه. تو ما هر کاری هم که انجام بدیم تیک میذاریم بغلش. الان چرا به ریه، بهتر بگم به ریه های چینی ها حمله شده؟ برای اینکه به ریه حمله کردیم. اگه به ریه صوفی یا صوفیسمی حمله بشه این همون میاد که تیک داشته باشه، که عفونیشه، بعد نفس تو ازت بگیره. یعنی نفس دست خودشه، میبنده. حالا باید خودکار بزنی اینجا سوراخ کنی را نفست باز شه. آره، اگه به گردنشون حمله کنی نیوکاسل میفرستن. دیدی مرغا اینطوری میفته گردنشون، بیماری میاد اینجوری میشه. همینطور که بربری میدن میخوری، بربری هم میدن بهت. حالا باشه تا راشتیش و خیلی چیزهای دیگه. داستان تموم شده. اون نه چو پیرار و پار میبینم، یعنی مثل پارسال دیگه نیست. این بیت مال امروزه. توی صفحات مجازی جا به جا شده ابیات. تکلیف ما کاملا مشخصه. به گاو میگفتیم یک بار میفهمید، حکومت رو تحویل بدید، وگرنه انقدر میکشیم، انقدر این کار رو میکنیم که به گوه خوردن بیفتید. هیچ جای شکی نکن. پیام صوفیسم کاملا مشخص، کشورش رو بهش تحویل بدید، امپراتوری کوروش رو به کوروش بدید. میکشه، عاشقم من، قهر و لطف و به جد و زد. هدف امپراتوری کوروش ساده است،
رنوسانس اسلامی. ما پیام‌آور این هستیم که به جهان داریم میگیم مبارزه امپراتوری کوروش برای این است که میخواد اسلامی که در جهان به سمت رادیکالیسم داره حرکت میکنه رو غربال کنه و یک رنسانس خوب توش به وجود بیاد. در کره زمین هر کس با ماست با ماست، هر کس با ما نیست روبروی ماست. و اینقدر احمقید که 154 تا برنامه رفتم و این بیت شعر خوندم، این مصرع رو خوندم و نفهمیدید. عشق آمدنی با وعد نه آموختنی. یعنی چی؟ یعنی عرفان و تصوف به درس و اینا نیست، چوب خشک اثر بهش میدن و اگه قرار باشه که مطلبی رو فاش کنن، عشق آمدنی با وعد نه آموختنی. همه کارهای تصوف اینجوری آجی. پس عشق آمدنی با بعد نه آموختنی، مرگ آمدنی با بعد نه آموختنی، معلوم نی کی میاد. توحید آمدنی با بعد نه آموختنی، نبوت آمدنی با بعد نه آموختنی، معاد آمدنی با بعد نه آموختنی، ویروس و وبا و میکروب و باکتری و اینا لشکر تصوفه. پشای امیره تو دماغ نمرود. نمرود فکر کردید واقعا چهار تا شاسکول سیاسی نشستیم داره همدیگه در جهان قدقد میکنیم؟ دهنی ازتون سرویس کنیم که بفهمید تو مردم اصولا در جهان احمقن، دنبال معجزه هن. اوکی معجزه میخواین در خدمت شما این، ولی معجزه سوخت و سوز داره، یادت باشه تاوان داره. این نشسته رژیم رو عوض میکنیم رو بهتون یاد میدیم، مگر اینکه حکومت رو تحویل بدید. این گویی میدان. خوش آمدید به یک خط تیره، پنج، دو تا نقطه، 555 برنامه ریستارت که تنها برنامه است در کره زمین که همانند کوروش اجازه داره. ویلکام مای فرند. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان بی کشد من فرد سوی تو. خوش آمدید به 155 برنامه ریستارت. معجزه همیشه تاوان داره، قانون جهانیه. این که فکر کنید که من صوفیم، آف کورس که نیستم، عارفم احتمالا دیگه، آف کورس که نیستم، انسان کامل است احمق، آف کورس که نیستم. من یک چوب خوشیم، مثل کوروشم. کوروشم یک چوب خوش بود. اثری که اونا میدن همینه، یعنی مشخصه. به کوروشم گفتن، گفتن شما جلو برو، بقیهش با ما، ما پشت سرتیم، ما کوه جلوت باشه برش میداریم. دستور دو سال پیش که ما چالش سکوت کردیم، اونایی که ریستارتی باشن میدونن که من رعایت کردم یه چیزایی رو، یعنی چالش سکوت تو رعایت هم بوده، وگرنه خیلی اتفاقات میفته. سال 96 هم همینطوری بود. سال 96 هم که ما سوار دو سه تا آخر ناقص لنگو شدیم و کشور رو ریختیم به هم، در سال 96 یک اتفاق نادر افتاد. یعنی قبلش همه گفتن که ما میخوایم رژیم بره، رژیم تروریستی بره و واقعا میخوایم خدمت کنیم به مردم. اما اتفاقی که افتاد اینه که اونجا جنگ احد به وجود اومد.
یعنی پیروزی 100% ریاستیا بود، وسط میدون مردم بودن که باور داشتن میخواد رژیم عوض شه و به دلیل اون راز 40 که هنوز 40 باز نکردم، به زودی باز میکنم، ریخته بودن تو خیابون و اون اتفاق افتاد که هنوز کنوزه رژیم تروریستی ایران اعلام میکنه که 96 بود که رئیس جمهور آمریکا فهمید که باید رژیم بره، تحریم ها رو شروع کرد. توی اون جنگی که اون وسط بود، ما 50 تا از این آدم هایی که اپوزیسیونک یا اپوزیسیون یا گروه های سیاسی یا هر آدمی یا رسانه ها رو کوه احد وایساده بودن، گفتیم آقا از اونجا تکون نخور، یعنی اون آدما باید رسانه‌شون رو در اختیار لیدری میذاشتن که جنگو شروع کرده اون وسط. تا دیدن جنگ داره تموم میشه و پیروزی بسیار نزدیکه و رسانه‌های جهان شروع کردن، کوه احد خالی کردن برای به دست آوردن غنایم، شروع کردن همدیگر رو از هم تعریف کردن. آفرین، اصلا یه نفر که پراخوان نهاده بود اونو بردن توی شبکه فاکس نیوز که خاک تو سرش بریزن. یعنی برای غنایم مردم رو ریستارتر اون وسط ول کردن و فرمان آمد که عقب گرد کنید. ما اعلام کردیم ریستارتیا به کوه پناه ببرید که کشته نشید و 50 تاشون و 51 نفرشون رو گرفتن، به ازای هر یک نفری هم توی این دو سال 100 نفرتون رو کشتیم، از گروه های سیاسی گرفته تا بقیه تا همونایی که میخندیدید، از بچه سپاهی ها گرفته تا بسیجی ها. اون تلافی اون بود که یک روز بهتون گفتم میکنیم این کارو. اون دو سال تموم شد، حالا جنگ احد بود، هر چی بود، اشتباه کردید، هر کاری کردید، اصلا برای ما اصلا مهم نیست برای ما، ولی بازی رو از پلن A وارد پلن B کردید، یعنی همون فاز 2 که ما این همه توضیح دادیم وارد نشه. تو فاز 2 داستان روی سوفیسم میگرده و بیداری جهانی. یعنی چی؟ یعنی الان چند ساله که سوفیسم دنیا رو بیدار کرده، یعنی همین آمریکا چند ده میلیون آمریکایی هستن که در صفحات مجازی هی می نویسن بیداریم، ما میهن پرستیم، ما دیگه بیدار شدیم. انگلیس همینجور، آلمان همینجور، فرانسه همینجور، چین همینجور، بیدارشون کرده. تو فاز 2 معجزه که میاد شما هنوز خبر ندارین، تاوان داره. فرمان معجزه یعنی چی؟ فکر کنید تو معجزه بیاد، درسته مردم احمق جهان همیشه دنبال معجزن، ولی اینکه یک رادیوی اینترنتی بتونه اون کار رو در 96 بکنه خوش معجزه بوده و شما دنبال معجزه هستین که ببینی با چشات اون معجزه که تو میخوای تاوانش هم باید بدی. وقتی موسی میگه که من اعلام میکنم که نخست زادگان بمیرن، تو این داستان میگی خب بارکلا مردن کیا؟ کفار. اینجوری نیست، نخست زادگان هر خانواده بمیرن، یعنی من ریستارتیم، پسر بزرگم زنده میمونه ولی پدرم نخست زاده ایست که ریستارتی نیست، اون میمیره، یعنی یه ریستارتی باباش این وسط کشته میشه، پس این تاوان نیست که به تو هم میره به زودی. ریستارتی ها قراره که نجات پیدا کنن، بقیه اینطوری نیست. شعر شاه نعمت الله ولی را متوجه نشدیم، یعنی متاسفانه بعضی مواقع شوخی داره میکنه، میگه قدرت کردگار میکنم اون کارو، میبینم و میکنم، یعنی این جنگ و آشوب و فتنه و بیداد از یمین و یسار میکنم این کارو. فرمان هایی که از زمستان ششم که گذشت توی پلن بی، فرمان هایی که بنده تقدیم شما میکنم انجام شدنیه متاسفانه. پس چرا انگلیس از اتحادیه اروپا جدا کردیم؟ برای اینکه قرار خارمادر اروپا رو بدیم رو هوا. انگلیسی های محبت یک سالی کردن، جوابش رو داریم بهشون میدیم. به تصوف یک بار یه محبت کردن، میخوایم دیگه حساب کتابی با هم نرشته بشیم.
اما این فردی رو که تازه خود پارلمان انگلیس مخالفت میکرد و باور نمیکردن که از اتحادیه اروپا بتونن خارج بشن و این فرد اومد با قدرتی که بهش داده شد، توی انگلیس سه تا شرط گذاشتیم. اینا رو واضح میگم چون ممکنه بعضی ما شیرفهم نشده باشین، برای خرفهم شدن توضیح میدن. یعنی ما به انگلیس سه تا دستور صادر کردیم. نمبر وان، گفتیم از اتحادیه اروپا بیا بیرون. چرا؟ چون میخوایم خوار مادر اروپا رو بدیم بیرون، بدیم رو هوا. به جز داعشی ها گروه دیگری هم آمادن، هنوز بیماری هایی هم هست، چیزهای طبیعی هم هست، نیروهای تصرف وقتی تو نشناختی خوندی ها، انقدر بزغاله های یابو گوش کن بچه، خوندی نمرود وایساده بود پشه رفت دماغش، خوندی رادیویی درست شد عصای موسا بقیه رادیوها رو خورد، خوندی دیگه بقیه اجراها رو خوند، کاملا درسته، خوندی اون روزی که وبا اومد محبت بود، صد و خورده میلیون مردن، خیلی لطف بود. چرا؟ چون وبا اومد صد و خورده میلیون مردن، واکسیناسیون فهمید که باید یه واکسنی تولید کنه که واکسینه کنه، اگه این تولید نمیشد دگر بگر میومد، یه بیماری جدید بود، اون وقت 700 میلیون میمردن. پس دستورا رو دادیم، یک به انگلیس گفتیم از اتحادیه اروپا خارج شو، نمیخوایم وسط اینا بری رو هوا. دو، پشت تحریم های رژیم تروریستی اسلامی وایسا و تحریم های رئیس جمهور آمریکا رو تایید کن و ایران رو تحریم کن. چرا؟ چون میخوایم خوار مادر رژیم رو بدیم رو هوا. سه، اپوزیسیون ریاست رو رسمن به رسمیت بشناس. چرا؟ چون اگه نشناسی خارمادر انگلیس رو میدیم رو هوا. روزی که ما گفتیم امپراتوری کوروش، رسانهاتون شروع کردن بریتانیا، نذارین آرزو رو به گور ببری. پیامی که داره از سوفیس به شما داده میشه در این برنامه فورس ماجور یا عجیب بعد برنامه 154 همینه، شمشیر کشیدیم بیرون. هر کس با رژیم ایران کار کنه، خودشو خار مادرشو، یعنی همسایش هم همینطور، یه تایوانی وسط خونش باشه اونم میره رو هوا. آقا من اون شب مهمون بودم، فرق برامون نمی کنه. این یک پیام مستقیمی است از برنامه ریاست که داره تقدیم شما میشه. از کجا فهمیدیم؟ اف کورس که میفهمیم، اف کورس. اندکی امن اگر بود آن روز، در حد کوهسار میبینم. نقشه خاورمیانه رو ما کشیدیم جاکش، تو قدقد میکنی؟ چی رو قدقد میکنی؟ فکر کنی شما مسلمان ها، فقط شما مسلمان ها، بچه مسلمان ها 970 سال پیش میدونست یه آدمی میاد؟ نه، میخوای منو بشناسی؟ یاره زنگ بزن خاخاما، خوب منو میشناسن به اسم، به اسم کوچیک، اونا میگن اسم من چیه. یهودی ها خوب منو میشناسن. خوب حالا چرا یه صوفی نفرستن؟ مهم نیستین شما، یه چوب خوش فرستادن تا ترتیبت بده به دنیا بفهمونن که ما کوروش تراشیم، ما تعیین میکنیم که چه اتفاقی بیفته. جنگ و آشوب و فتنه و بیداد از یمین و یسار میبینم. اینو خوب نفهمیدی، یمین و یسار فکر کردی فقط تو افغانستان و عراق و ایناست. نه، برو تا چین، برو لا ژاپن، برو تو اروپا،
همینطور برو، میبینم. خیلی هم توضیح ساده است، در یک بیت شاه نعمت الله ولی توضیح داده که چیکار کنید که کشته نشید. اینو بفهمی همه رو فهمیدی. غم مخور زان که من در این تشویش خرمی وصل یار میبینم، چون زمستان پنجمین بگذشت ششمینم که بگذشت خوش بهار میبینم. تعبیرش بدید. سرزمین پارس رو تعبیر کوروش بدید. تموم شد. همین ساده. ما آدمای افتاده ای هستیم، نه لشکری داریم نه قدرتی واقعا داریم، هیچی نداریم. تعداد کشته شدگان ما تا چند ماه دیگه تا و کشته شدگان شما میزنیم اینطوری با هم. نایب مهدی آشکار شود. پس نگفته مهدی آشکار میشود، اون مهدی که شما دنبالشین آشکار نمیشود. اون یه تو این برنامه ریاست قراره بگیم پایان جهان رو توضیح بدیم که چه خبره بعدش. بلکه من آشکار میبینم. پس میاد. آقا اصلا امکان نداره عراق اونجوری شه. شد. انگلیس یعنی آقا اصلا تجزیه شه. میشه. هرچند که انگلیسی ها کاملا ما رو میشناسن. خیلی باوشن. خوب کشین. در میرن. خوب کشین. و احتمالا ریستارت رو هم اعلام میکنن. اونا بیشتر از تو به ریستارت ایمان دارن. اونا 700 سال از اون موقع دارن میخونن کتابا رو. اونا کتابا رو سانسور کردن. اونا این ابیات بالا پایین کردن. الان وقتی من میگم این بیت مال کجاست، اونا این که میششن تو خودشون میگن این رسم میدونه، انگار اون برگه که اون پشته این داره. داستانم خیلی مشخصه. الان پشت سرزمین پارس چی نشسته؟ اسکندر مقدونی. تو فکر می‌کنی که مثلا الان رئیس جمهور آمریکا رو استیضاح می‌کنه؟ استیضاح کن. حالا که نتونستیم که، ولی کلا اصلا فرض تو استیضاح می‌کنی می‌ندازیش بیرون. برو بیرون. اون کارش کرده. فرقی برای ما دیگه نمی‌کنه. اون کارش کرده. هر کرا بهر کاری ساخته سوفیسم و سر کارشه. تنها سیاستمداری هم که در کره زمین من اجازه دارم به عنوان مثبت ازش حرف بزنم ترامپه. دستوره به من، یعنی فقط اسم ترامپ تو این برنامه میتونه بیاد. حالا اگه بیرون من گفتم این دو ستا رو اضافه کردم، این جز دستور نیست. من نگاه کردم گفتم اینم آدم خوشقلبیه، ولی دستور اصلی اینه. آره اینه، این الان هست. سوفیسم مورد تایید سوفیسم. قبل از اینکه بیاد گفتیم چی میشه، قبل از اینکه بیاد گفتیم چه میخواد بکنه. مورد تایید سوفیسم. پس این مسیحایی که اعتقاد دارن که ترامپ از طرف مسیح اومده برای نجات آمریکا، فقط اونا درست میگن، بقیه حرف مفت میزنن. واقعا ترامپ از طرف مسیح اومده. حالا دعوا کجا شروع شده؟ در 970 سال پیش و 2500 سال پیش و چند هزار سال پیش یهودی ها هم اینو نوشته دارن که زمانی که دجال تولید میشه، دجال یعنی چی؟ یعنی دیجیتال، یعنی اینکه این دجال موجودیه که فضای اینترنتی، فضای مجازی، فضای قدرت رو میده دست شیطان. تعریف دجال در 970 سال پیش در اون کتاب اینه. این یه خری داره که یه چش داره، مثل تلویزیون. تلویزیون شما الان یه چش، فقط یه چشمه. از این هر چیزی پخش میشه، آهنگ، فیلم. الان هم همینطوری است، ماهوارتونه، میتونید رسانه های دیگر رو ببینید. توییتر مال کیه؟ دجال. فیسبوک دجال، برای همین شما رو میبندن. اونا میدونن اصلا، اون کاملا میشناسن. همدیگر میشناسیم، الان ما همدیگر قابلا میشناسیم. شما یه استارتیا فقط نمیدونید، برای اینکه بدونید الان یه سریال تو آمریکا ساختن راجب ریستارت و شخص بنده است. یه خورده تغییرش دادن. اون سریال به زودی هم میترکه و بعدها
ما با همون سریالی که اینا میخواستن یه کاری بکنن همونو میچپونیم تو خودشون. ما استاد تپوندنیم، برای اینکه بفهمیم مکارم همه جا کشیده بزرگ، ششمین برنامه یه ریستارت گذاشتن شش قسمت جلوش، رسما جلسه گذاشت گفت تلگرام رو ببندید و یعنی دهنمون سرویسه این آدم اونه. چرا بسته نشد؟ به خاطر پول. پول سوفیس پولی گذاشته بود توش که اونا میگفتن آقا الان ما ماهی میلیارد تومن داریم درآمد داریم. خب ما از راه تلگرامی که اینا درست کردن تپوندیم تو خودشون. پس از اون سریال استفاده بسیار زیادی میکنیم. حالا نگاه کن که چه میشه. چون ما میخواستیم ریستارت توی کشور ایران پخش بشه، برای همین من انگلیسی و فرانسه و آلمانیم خوب نیست، وگرنه قرار نبود جهانی شه. شما دارید جنگ و جهانی میکنید. شما فردا صبح کشور رو تحویل بدید همون 2500 تا رو تمومش میکنید. شما دارید جنگ تولید میکنید. شما دارید کاری میکنید که ترتیبتونه بدیم. ما این کار رو نمیکنیم. شما در تخت سیاه تصوف دارید اسم خودتون رو مینویسید. هیچ ربطی هم به من واقعا نداره. من هر چیزی که به هم گفته شده دارم به شما میگم. پس این دجال تولید شده. الان هم همینطوری. الان گلوبالیست ها که این امریکایی ها میگن گلوبالیست های کسافت، رادیکالیسم های کسافت، دقیقا همینطوری. جنگ الان تیم ترامپ و چند تیم دیگه در جهان دارن توی توییتر و صفحات مجلس همدیگه رو پیدا میکنن. جنگ هموطن. حالا تو باید بفهمی چرا بعد از عراق قراره که ایران کشتار بشه که این همه بمیرن و یا ریستارت نجاتشون بده. باید بفهمی موضوعش جنگ واقعا. یعنی این دجالی که میگفتن قدیما درست موضوعش، ظهور نزدیک واقعا، نه اون ظهور، این ظهور نزدیکه. پس در برنامه قبلم توضیح دادیم کوروش رو کی فرستاد؟ سوفیسم. توسط کی؟ صوفی. خود کوروش هم انسان کامل اون موقع نمیشناخت. تازه حتی در خود تورات نوشته شده که رسما توضیح داده کوروش که وقتی که انسان کامل رو میبینه نمیشناسش. بعد میگه من نمیشناسم شما. میگه نه، میگه من تو رو پادشاه گرم چه تو من نمیشناسی. بعد نگاه میکنه به دانیال نبی. دانیال اینجوری میکنه ولو میشه. بعد از اینکه امپراتوری کوروش تولید میشه، مردم اسم دانیال نبی رو میشنون، به زور التماس میکنن که مشاور ارشد کوروش بشه. و همینم میشه، برای اینکه قوانین رو بعد مینوشتن و اینا. چند سالی هم طول نمیکشه، قانون اساسی کوروش رو مینویسه. یعنی امپراتوری کوروش رو در اصل یک صوفی آورد. انسان کامل اصلا وقت صرفش نمیکنه، ربطی به انسان کامل نداره. یه صوفی، همون صوفی که فلان پادشاه کشور تو شاه کرد، همون صوفی که به آقا محمد خان گفت چی کار بکن پشت کرمان شاهش کرد، سلسلش هم موند، همون صوفی که دوتا بچه 15 ساله و 13 ساله تو چاه، نه تو آمریکا نشسته اینجوری، نه تو چاه در آورد پادشاه کرد، همون صوفی که خوارزمشاهیان دهن خودشون رو سرویس کردن تو ساختارشون، همون صوفیه. فقط فرق این صوفی پشت ریستارت با اون صوفی ها اینی که اونا انگوش کوچیکه این نیستن. این خدای رنده اینجوریه. خداست، ختم فلان کاراست، این کاره است، هزاران برابر اون قدرت داره. معجزه وسط میده بیرون که حال کنیم.
معجزه میده که ژاپن ایتالیا رو بکشه، ایتالیا آلمان رو بکشه، فرانسه هم تو زل بزنه، نگاه کنه چرا میکشن، این ویروس ماشوک داره، اون ویروس گوجوش داره، این ویروس قرقوش داره، این میکروب اومده رفته تو اونجاش، اون از اونجاش رفته تو اونجاش. خداست، خداست مای فرند. اسکندر مقدونی هم آماده است که توضیح دادم بهتون. اسکندر روزی که صوفی بهش گفتش که باید حمله کنه ایران، انسان کامل هم تازه نمیشناخت، این کوروش بود. اسکندر ذوالقرنین لقب اسکندره، اسکندر مقدونی به فرمانش اومد. معبدان زرتشتی سه بار تلاش کردن که امپراتوری کوروش رو بگیره، بکوبونن زمین. بار اول کوروش فقط بچه بسیجی و سپاهی کش، هم کنی که ما قراره بکنیم. بچه بسیجی و سپاهی که دشمنه، نه اونی که بدبخت داری حقوق میگیرد و دنبال این حرفا نیست، دشمنه. همون کاری که ما میخوام بکنیم. پس کوروش هیچی رو نکشت، پیام آور صلح بود، همونی که ما الان هستیم. چند بارم ای گفتیم آقا چی دوست داری باشیم، قه یا لطف؟ تو انتخاب کن مای فرند. پس کوروش بسیجی و سپاهی کشت، امپراتوری کوروش رو تولید کرد، معبدان زرتشتی، آخوندکا، همین جمهوری تروریستی زرتشتی اون موقع بود، کودتا کردن، کشور رو گرفتن. داریوش اومد زد ترتیبشون رو داد، دوباره کودتا کردن. این بار دیگه کسی نیومد. چی اومد؟ اسکندر مقدونی. گفت فرمان چیه قربان؟ گفت شما یه چوب خشکی هستید که ما داریم میفرستیم اونجا، فقط ترتیب بدهجی. و اومد از تو معابد زرتشتیان زناش نکشید بیرون، داد لشکر تجاوز کردن. این کرمان که مادرهای بسیجی بچه های دو سالشون و یه سالشون رو پرت میکردن زمین از پشت بوم که بمیرن صدای شیونشون رو نشنون، شیونهایی در سرزمین تو آغاز شد. اسکندر به دستور تصوف وارد شد، وقتی ایران رو، سرزمین پارس رو گرفت و شروع به کشتار کرد، تازه بهش گفتن که تشریف ببرید تخت جمشید. گفت اونجا چه خبره؟ گفت سوفیسم اونجاست. برای همین تمام عرفا از اسکندر مقدونی حرف زدن. پس الان پشت کشور تو اسکندر مقدونی هم داریم. بله، اون راضی، ما راضی، گور پدر قاضی آجی. سازمان ملل هم ما گفتیم رو هوا، سازمان ملل اصلا بیا کو، سازمان ملل. ترامپ هم که میبینی همش اینش بالاست، بدبختی دیگه. بیا، اون تصویر یعنی این. ترامپ میگه اوکی، نه میگه بیا. این همین جمله است، شبیه داستان. و این یک آغازی است برای اینکه شما بفهمید که عشق آمدنیه و مرگم آمدنیه، یعنی مرگ رو تصوف آفریده. برای همین یه فردی که میخواد بمیره نمیدونه کجا داریم میاد. توحید یعنی نور هم آمدنیه، یعنی نور میاد. پیامبری هم آمدنیه، یعنی میاد. محمد ابن عبدالله میره کوه، بر میگرد میلرزه. چی شد؟ میگه من نمیدونم، من بی سواد نمیدونم، رفتم اون بالا، آمدنی، یه چیزی اومد. میکروب و ویروس هم تو ذات شما آمدنیه و میاد. این کلیت برنامه است که ما میخوایم راجبش حرف بزنیم. راجب کوروش هم توضیح دادیم. برنامه 1.5.2.5 یا 155 این برنامه به دلیل این داره پخش میشه که یه پیام مستقیم به تمام جهان داده باشیم که فردا نگن آقا اگه میگفتید که شما فقط امپراتوری کوروش تحویل شما میدادیم، درسته که رژیم کسافته، ولی ما میدادیم.
و این پیام رو در این برنامه توضیح دادیم که آقا حواست باشه، میلیارد ها باشی، اونی که تو دست منه و دادن دست من فقط یه منفیه. اگر 5 بیلیارد میلیارد مثبت باشی، میکنم توت میشی منفی. اگرم 5 میلیارد بیلیارد منفی باشی، لجن باشی، میکنم توت میشه مثبت. ما فقط یه منفی داریم. درسته تو میلیارد ها منفی داری، اسلحه داری، قدرت داری، پول داری، میلیارد ها مثبت داری. زندگی به این منفی که تو دستمونه، بکنیم توت منفی، بکنیم توت مثبتی. اینو اونا دادن. پس بنده نه انسان کاملم، نه صوفیم و نه عارف، چوب خشکیم که قدرتی دادن که این چوب خشک وقتی فرو میره چه فرو رفتنیه. تازه تعیین میکنیم که از کدوم سمت فرو بره، داغشو میذاریم بیرون با آهنش، کسی نتونه بکشه بیرون، بمونه اون تو. انتخاب با خودتونه. شاه نعمت الله ولی هر آنچه گفت شد و آخرین قسمت هم خواهد شد و بعد از اینکه خوش بهار میآید، این دوران کوروش که یهودی ها گفتن نایب مهدی آشکار می شود، تمام یهودی ها در تورات نوشتن. چرا؟ چون امپراتوری که تولید شد لو داد انسان کامل و صوفیسم و صوفی رو. نایب مهدی آشکار می شود. اون کجاست؟ اون کیه؟ خودش یک داستان بسیار بزرگ. مرسی که این برنامه رو با اینکه تپاندنی بود گوش کردید. جگرتون بدرود.